سازمان ملل متحد روز دوشنبه 12 تیر چارچوب راهبردی خود برای افغانستان در دوره 2023 تا سال 2025 را منتشر کرد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته این سند چارچوب نیازها و حقوق آسیب پذیرترین افراد جامعه از جمله زنان، کودکان، آوارگان داخلی، پناهندگان و گروه های قومی و مذهبی را بیان می کند. سازمان ملل و شرکای آن اذعان دارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی پایدار به درد و رنج بزرگ و فزاینده انسانی مردم افغانستان در میان مدت و بلند مدت کافی نخواهد بود. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های شدید علیه زنان در این کشور وضع کرده و از جمله کار کردن آنان را در دفترهای سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی و داخلی ممنوع کرده است. مقام‌های سازمان ملل بارها تأکید کردند که این محدودیت‌ها برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأثیر می‌گذارد و خواستار لغو آن شدند. بر اساس آمارهای سازمان ملل 28.8 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل در گزارش جدیدی گفته که 3.2 میلیون نفر از جمله کودکان زیر 5 سال در افغانستان سوء تغذیه دارند و پیش بینی می‌شود بین ماه می تا اکتبر سال جاری تا 15.3 میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه شود. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا با ما هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، وقت شما بخیر. آقای رئیس‌زاده صدای منو دارید؟ با احترام خدمت شما و همکاران شما. زنده باشید. اعلام نقشه راه جدید سازمان ملل چه تأثیری بر وضعیت مردم افغانستان خواهد داشت؟ بفرمایید. تشکر. نقش سازمان ملل را وقتی که بررسی بکنیم، سازمان ملل صلاحیت مدیریت، حل بحران‌ها و مناقشات بین المللی و منطقه‌ای را داره که کوشش میکنند در چارچوب نظام امنیتی یا نظام امنیتی جمعی اینا کار بکنند. خب ولی متاسفانه سازمان ملل نقشش و عملکردش به شدت متاثر از سیاست‌های ابرقدرت‌های جهان است، از جمله آمریکا. آمریکا به شدت سیاست‌ها و عملکردهای سازمان ملل را زیر پوشش قرار داده. خب در بخش افغانستان هم که وقتی که ببینیم دیده میشه که سازمان ملل یا آمریکا خانه ما را گرفت و برای ما خیمه داد و این طرحهایشان هم باعث میشه که برای ما یک مقدار ماهی بده که ما زنده بمونیم، ولی پلان را که ما یاد بگیریم که چگونه ماهی بگیریم و چگونه زندگی بکنیم و با آرامش و با امنیت در وطن خود، در کشور خود، متاسفانه این امکان از ما گرفتن با ما مداخلات و با معاملاتی که پشت صحنه اینا با طالبان داشتن، ولی کمک فعلی باعث میشه که یک مقدار آبی به حلقوم زنان و اطفال و پیران افغانستان برسن که تا اینا نمونن. ولی ما این رو میگیم که زنده ماندن، یعنی اینا زندگی نمیکنن، فقط زنده میمونن. با الهیات چی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین المللی کوشش میکنن در افغانستان یک مقدار نان یا یک مقدار مواد خوراکی در افغانستان برسانند که برای ما متاسفانه باعث میشه که ما دلخور باشیم از این مسئله و در افغانستان یک وضعیت غیر منتظره در افغانستان هست که اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا با یک خسارت سنگین انسانی و جانی ما مواجه میشه. بله جناب رئیس‌زاده، با وجود نقض آشکار حقوق بشر از سوی طالبان، چرا سازمان ملل فشارهای لازم رو به طالبان نمیاره؟ خب من فکر میکنم که سازمان ملل در این مورد نقش اجرایی نداره، فقط آماده هست یا میتونه که بگه که بعضی عملکردهای طالبان رو ما محکوم میکنیم و اینا غیر انسانی است و
دور از حقوق یا اصول حقوق بشری است و دیگر هم کدام تاثیرگذاری روی افغانستان ندارد. سیاست اصلی طالبان فعلا در دست آمریکا هست که هر هفته بهشان 40 میلیون و بعضی هفته ها هم بهشان 80 میلیون پول روان میکنند و مثل از اون میمونه که بگویی که ما یعنی پول بگیر ولی ما تو رو به رسمیت نمیشناسیم. طالبان هم همین میخواهند. طالبان برای طالبان پول بتین، طالبان نیاز به رسمیت شناسیشان نداره و حکومت میکنه برای مردم افغانستان ای و قابل قبول برای آمریکا هم هست و برای کشورهایی که متحد آمریکا هم هست. خب همینا خودشان آوردن طالبان را با معامله‌ای که در قطر داشتن با طالبان همینا آوردن و نظامی که نیمبندی که مشروعیت داشت در افغانستان اونم اینا فروختن به طالبان و سازمان ملل در این مورد نمیتونه که نقش موثری داشته باشه، فقط میتونه که نظارت بر مسائل حقوق بشری بکنه، بعضی راپورا را آماده بکنه و به دنیا تقدیم بکنه. خب خودشان هم میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه بحران وجود نمیاد. بحران هست، بحران به وجود نمیاد، بحران هم هست در افغانستان. دو سال پیش در افغانستان بحران به وجود آمده بود و مسبب همین بحران هم سازمان ملل و کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا و ایتالیا و اروپا است. بله جناب رئیس زاده، به طور خلاصه برامون بفرمایید انتظار مردم افغانستان از نهادهایی مانند سازمان ملل چیه؟ خب انتظار ما این است که سازمان ملل محکوم نکنه دیگه طالبان. طالبان رو محکوم نکنه که طالبان از ضد بشر کار میکنه، زنها رو کار کردن نمیمونه، مرد آزادی مردم رو گرفته. دیگه همینا رو محکوم نکنه. اگر واقعا میخواد که در افغانستان یک نظام سیاسی استوار بر آرای مردم و بر تصمیم مردم باشه، الانی باید مداخله بکنن و ایره در این مورد مردم افغانستان همکاری بکنن. و واضح هم هست که طالبان یک گروه تروریستی است و گروه تروریستی چگونه ایره جامعه جهانی و سازمان ملل ایره تحمل میکنن، یا باز هم اینا انتظار یک حادثه 11 سپتامبر هم است ایره ما قبول داریم بشیرن تا 11 سپتامبر برای اینا تحمیل شد و باز اینا دوباره به افغانستان بیاد. هدف مردم افغانستان ای است که ما نظامی را داشته باشیم بر اساس آرای ما ایجاد شود و خود ما در نظام سیاسی سهم داشته باشیم. خب ما انتخاب داشته باشیم که ما رئیس جمهور خود ما انتخاب بکنیم، وکلای پارلمان داشته باشیم، امنیت خود ما انتخاب بکنیم، امنیت خود ما ایجاد بکنیم، ما آزادی داشته باشیم، آزادی انسانی، نه آزادی که خارج از چوکات اسلام باشه، آزادی ای که ما حرف داشته باشیم در ایجاد نظام سیاسی خود، ما حرف داشته باشیم برای آبادی وطن خود، ما حرف داشته باشیم برای آزادی بیان در کشور خود، ما حق داشته باشم و حرف داشته باشم برای گرفتن حق خود. ما دنیا امیر میخوایم و کوشش ما همی است که بگوییم که دیگه سازمان ملل دیگه چی نکنه، محکوم نکنه، بیاین اگر واقعا انسان گونه کار میکنن، واقعا دلشان با مردم افغانستان میسوزن، بیاین با مردم افغانستان متحد شون، نه با طالبان. بله سپاس از آقای مظاهر رئیس‌زاده که از آنکارا با ما همراه بودند.